ساختمان فاطمی، ساعت حدود 10. محمد قرضی وزیر پست و تلگراف و تلفن دهه 70 بدون همراهی کسی به عنوان اولین چهره شناخته شده وارد ستاد انتخابات می شود. بازار خبرنگاران گرم می شود. حدود نیم ساعت بعد علی فلاحیان وزیر اطلاعات همان دهه 70، البته با همراهی چندین نفر، پشت میز ثبت نام قرار می گیرد. لحاظ احترامی هم که من برای اساتید خودم در شورای نگهبان دارم که اونها را انسانهای مجتهد با سواد و عادل می دونم، حتما به نظرشون احترام می زنم. ساعت 11:30 نوبت محمد باقر خرازی از فعالان سیاسی است که دوربین ها را به خود جلب می کنند. چهره های شناخته شده سپس به سالن 600 نفری وزارت کشور می روند تا پاسخگوی سوالات ده ها خبرنگار باشند. بدین ترتیب تاکنون 9 نفر از چهره های شناخته شده برای ریاست جمهوری ثبت نام کردند. البته در میان 99 نفری که در روز سوم ثبت نام کردند، چهره های مختلف دیگری نیز به چشم می‌خورد. در ستاد انتخابات قوقایی، چهره های مطرح که سر جای خودشون، چهره های ناشناس کرور کرور میان برای ثبت نام که بیا و ببین. ولی از لحاظ مدیریت من تا حالا جایی نبودم بگم. یه فیلم باعث شد که به هم بریزم و شرکت کنم تو انتخابات. بنده تونستم خودم و یه رجل سیاسی بسازم. تحصیلاتمو نمیخوام بگم فعلا. هرچند دوستان دیگه فقدان حسین دوربینی رو تا حدودی جبران کردن. میگن عاشقان سینما عکاسای نازنین منو مطرح کردن. پزشک عمومی. چجوری خودتون رو شایسته دیدید برای انتخابات که بیاید برای انتخابات شده؟ من برای انتخابات نیومدم، برای استفاده از این پوشش متمرکز رسانه‌ای اومدم. یعنی فقط ما ثبت نام کنیم باهاتون مسابقه کنم؟ آره. چرا؟ چه اشکالی داره؟ من میتونستم مثلا برج آزادی رو برم بالا یا برج میلاد رو نمیدونم پیاده بیام پایین، ولی خب الان اومدم اینجا دیگه از پوشش استفاده میکنم. اصلا تایید میشی به نظر خودت؟ به هر حال وقتی من حق رأی دارم پس تایید بودن من هم یه دونه از الزاماته. یکی از کسایی که توی 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری اومده داوطلب بشه جوونی هستش که متولد سال 1370، یعنی جوانترین کسی که تا به امروز برای انتخابات شرکت کرده. حال شما خوبه؟ خیلی ممنون. تشکر، سلامت باشید. مدرکتون چیه؟ من دانشجو مهندسی صنایع هستم دانشگاه آزاد غزنی. کاردانی یا کارشناسی؟ کارشناسی هستم. فکر می‌کنید تایید بشی اصلا از نظر شورای نگهبان؟ مسلماً نخواهم شد و من هر یک از هدفام اینه که نشون بدم که ایران یکی از دموکراسی ترین کشورهاست و در دورهای بعدی بیام و واقعاً یک به عنوان یک مرد سیاسی بیام شرکت کنم و رأی بیارم.